در تمام محورها دشمن تا دیشب تکهای خودش رو شروع کرده. برای بچه های بسیج و ارتش و سپاه هم دارن مقاومت میکنن. این دو خط همه ی گزارشی بود که از اوضاع داشتیم. سلام. سلام. حالا اون میدونی که همیشه دنبالش میگشتیم پیدا کردیم. حالا خیلی محرمانه بهتون بگم همت کنید، وگرنه خیلی از مناطق رو از دست میدیم. فکر میکنم نیازی هم نیست که بگم چی میشه، چون خودتون بهتر میدونید. این سپاه ابرهه ابابیل میخواد. اجازه میخوام بگم ابابیلش با شما. خب بچه ها، پرنده ها آمادن، وقت پروازه. سروان علی اصغری. صدفان حسین زاده. سروان پهلوان. سروان مشهدی. سرگرد ممدوحی. صدفان انصاری. سروان سوهیلیان. سروان غفار. سروان رمضانی. سروان عرفعی. سرگرد آقاسیان. سروان محمودی. سرگرد تافهی. سرگرد زینعلی. سروان کشوری. علی اکبر شیرودی. شما پرنده های مهاجر سفری رو شروع کردید که تا رسیدن به مقصود راه طولانی رو در پیش دارید و البته خطرناک. فقط مراقب باشید به دام هزاران صیاد نیفتید، ولی خدا هم برای دل شما دامی پهن کرده. خوشا به حال اون کسی که دلش گرفتار اون دامی بشه که مقصد همونجاست. فقط یادتون باشه این بالهای آهنین نیستن که شما رو به اوج میرسونن، بلکه سعی کنید بر بال دل پرواز کنید که اوج بال دل تمومی نداره. موفق باشید.
اعلام آمادگی کنید. سیمرغ یک حاضر. صدا تو شنیدم. دو حاضر. سه منتظر فرمان شما. دو ساعت 12 شما موقعیت گرفتم. 4 حاضر. 5 حاضر. 6 حاضر. 7 حاضر. 8 حاضر. 9 حاضر. پس یا علی بچه ها شروع میکنیم. همتون با موقعیت تاکتیکی یکی یکیشونو به درک واسه. موقعیت خودتون رو به اوستا گزارش کنید بچه ها. معلومه که تو سلامتی، ضمناً اوستا هم خودتی. همشون فعلا زمین گیرن، دارم میام سمت شما ابوذر. منم میخوام بیام بالا.
منم سالم هستم. پس آماده باشید، باید برگردیم پایگاه. دور میزنیم. بشن. دلشون ترکید تو این شیشه یه کوچولو. عید امسال بهشون قول دادم. به کی قول دادی؟ به این دو تا ماهی دیگه. خب چرا خودت نمیندازیشون؟ اولش بابام بهم گفت میرم شمال ماموریت. حالا که کارش تموم شده میگم بابا بریم این ماهی ها رو بندازیم تو آب دریا. هی میگه وقت ندارم، وقت ندارم. مگه اونجا که بودی دریا نداشت؟ نه، شما به هم قول میدین، قول میدین برسونینشون به دریا. دخترم پاشو بریم، کار دارم، دیر میشه. ببخشید آقا مزاحمتون که نشو. نه اصلا. بیا موسیقی
برای رسیدن به دریا چقدر بیتابی میکنن. عجیبه. طبیعت دریا دلان اینه که هیچ وقت در یک جای کوچیک بند نشن. همیشه با رویای زندگی جاوید در بهشت پرواز میکنن. سفر مرغان یه بار دیگه تکرارش کن. درهای بهشت هنوز باز است. هستند کسان بسیاری که اذن دخول پیدا می کنند. فرصت هنوز باقی است. سفر مرغان برای رسیدن به سیمرغ بود و سفر سیمرغ برای رسیدن به سرزمین بسیجیان. فرشتگان بهشت بسیجیانند. سلام. علیک. بابا چرا خبر نمیدی؟ فکراتو کردی؟ قراردادت حاضره. عجله کار شیطونه. من عجله دارم؟ ما رو بگو که میخواییم زودتر مشکلات تو رو حل کنیم. مشکلات من ربطی به کارم نداره. بله بله میدونم، اما تو هم میدونی با ساختن این فیلم تمام مشکلاتت حل میشه. یه فیلم جنگی اکشن، نسخه درد تو اینه. منتها با داروهای مشابه تو. این روزا اینطور فیلم ها حسابی کار میکنه، پرفروش میشه. راستی یکی دو تا صحنه ناب توی یه فیلم خارجی دیدم، حتما تو هم باید ببینی. تمامش اکشن. اصلا ببینم تو میفهمی چته؟ تمام کسانی که با تو شروع کردن الان صاحب همه چی شدن. یه خورده به خودت نگاه کن. خونه داری؟ نه. ماشین داری؟ نه. تفریح داری؟ نه. زن و بچت راحتن؟ نه. میدونی به خاطر چی؟ فقط خواستی فیلم واقعی بسازی، یا چه میدونم چی بهش میگن، خواستی فیلم ریال بسازی. حداقل اینطوری وجدانم راحته. این مشکلاتم همیشه هست. مشکلات همیشه هست یعنی چی؟ میشه برطرفش کرد. تو با این کارات داری منم تو دردسر میندازی. یه دقیقه صبر کن ببین چی دارم بهت میگم. صبر کن، اگه خواستی خودت هم شریکت میکنم. صبر کن ببین چی بهت میگم. برای خودم هم باور کردنی نبود که یه روزی در مورد خصوصیات کسانی تحقیق کنم که مدتی باهاشون زندگی کردم، ولی متاسفانه نتونستم اونطور که باید بشناسمشون. حالا که این فرصت به دستم اومده، باید گذشته رو جبران کنم و سعی کنم اونها رو اونطور که واقعا بودن به همه معرفی کنم. کشوری فرموده این عملیات بودن. میخوام ازشون رو خواهش کنم که خودشون این عملیات رو تشریح کنم که چه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما ماموریت داشتیم که در روی ارتفاعات میمک به دشمن عملیات بزنیم و موازه اونها رو دقیقاً باش آشنا بودیم. بله. حمله کنیم بهش و خیلی خوب بگیم بیان تو تا اونجای که بسیم صافت داستان باید بشون بزنیم. سلام. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بسیار مفلک برای اونها. خیلی خوشحالم که شما رو می‌بینم. ما خیلی مشکل تونستیم شما رو پیدا کنیم. لازم بود شما رو ببینم. خیلی هم فوری بود. بله بله، متوجه شدم. حالا چه کاری از دست من ساخته است؟ مدتی من علاقمند شدم که در رابطه با زندگی شهید شیرودی و شهید کشوری تحقیقاتی رو انجام بدم تا بتونم بر اساس اون فیلمی رو تهیه کنم. اینطور که متوجه شدم شما مدتی تو جبهه با شهید شیرودی و شهید کشوری بودید، درسته؟ بله درسته. اتفاقا الان داشتم یکی از برنامه های شما رو می دیدم. زمینی که به خودشون عملیات دارن به انجام میدن و ما عملیاتمون هماهنگ با اونا و در
و برای پوشیدن بله یادش بخیر من اون موقع گزارشگر بودم گزارشگر جبهه ها به هر حال فرصت هایی بود که اونو ازشون استفاده کردن و از دست ما رفت انگار یه چیزایی داره فراموش میشه حتی بعضی وقتا من فراموشم میشه که جنگ چطوری بود به همین دلیل وظیفه ما اینه که اونا رو دوباره به یاد مردم بندازیم من از شما میخوام که این تحقیقات رو انجام بدیم از اینکه شما منو پیشنهاد کردین خیلی ممنون هستم ولی نمیتونم این کارو بکنم چرا؟ به خاطر مشکلاتی که باش درگیر هستم نمیتونم این پیشنهاد قبول کنم خیلی دارم میخواست میتونستم این کارو بکنم نمیدونم شایدم قسمت نیست دست درد نکنه یه دقیقه بیا بیا این کارو ببین نظرت چیه میخوام یه پسر بچه بوسنیایی رو نشون بدم که سرش رو جدا کردن فقط از طرحش خوشم نمیاد تو چی میگی؟ خوبه؟ طرحش خوبه ولی زمینش نه با یه زمینه ساده امتحان کن امروز همش تو فکری زیاد فکرشو نکن همه چی درست میشه ببین من مشکلات تو رو درک میکنم حتما نگران اجاره این خونه ای خودت میدونی که من زیاد در قید و بند تجمل نیستم به نظر من ساده زندگی کردم میدونم فاطمه تو یه فکر دیگه ای بودم تو چه فکری؟ امروز یه کار به هم پیشنهاد شد یعنی اون کاری که قرار بود شروع کنی رد کردی؟ نه چطور میتونستم رد کنم؟ تمام مشکلات ما با همین فیلم حل میشه من میتونم کمکت کنم؟ نه حسابی فکر منو به خودش مشغول کرده مثل این که این کار خیلی وسوسه کرده حالا چی هست؟ درباره جنگه مربوط به شیرودی و کشوری حالا فهمیدم اونا تقریبا دوستان تو بودن منم بودم فکرمو مشغول میکرد یکی دو روز با اونا بودن که نمیشه گفت دوستی وقتی بشناسیشون میشه شاید ولی زمان میخواد تا بشناسیشون حالا بنداز مثل همیشه تو عدد سلام چطوری؟ چیه؟ چه مرگته؟ تو تلفن که خیلی نامیزون بودی چرا؟ نمیدونم اسکار همینطوری یهو احساس کردم که باید با یکی حرف بزنم یاد تو افتادم وقتی یادم میفته اولین روزی که دوربین به دست گرفتم برای چی بود شک و دودلیم بیشتر میشه حالا این فیلم چی هست؟ حرف اونایی که رفتن حرف دل من و تو دیر به فکرش افتادی یه کار دیگه هم به این پیشنهاد شده از همین یک نیاز ولی میفروشه یعنی خالی بندی نمیدونم چیکار کنم اسخر نمیدونم کمکم میکنی؟ بعد از این همه سال هنوزم شک داری؟ مومن بیا بریم جلو ببین اون بچه ها دارن چی کار میکنن بیا بریم خبرها اون جلوه دیشب بچه ها عملیات کردن بیا بریم از اونا فیلم بگیر بیا 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 نترس بیا اسقر اسقر
اسخر چی شد؟ هیچ. چی شد؟ هیچی بابا، چیزی نیست. تو برو دنبال کارت، اون جلو خیلی خبر هست. اون چیزی که تو دنبالش هستی اون جلو هست. دلت میخواد فیلم بگیر، نزد فرصت در دستت بره. تو با این بارو مندیلی که رو کولت گذاشتی از من میخواد فیلم بگیری. برو جلو، برو جلو، برو ببین چی کار میکنن. تصمیمی تو گرفتی؟ بهم خبر بده. یعنی من موفق میشم تصمیمم رو عملی کنم؟ آیا این جاده به مقصد میرسه؟ باید سعی کنم روایت درستی از زندگی اونا رو ارائه بدم. باید طوری عمل کنم که شرمندشون نشم. مرسی. چی؟ شرمنده؟ یعنی چی؟ قصه سفر سیمرغ رو میدونی؟ سیمرغ کیه؟ چی میخوای بگی؟ نه چی بابا، ترجیح میدم با مشکلاتم بسازم تا فیلم شما رو. یعنی چی؟ یعنی تو نمیخوای این فیلم رو برای من بسازی؟ آه قربون آدم چیز فرم. دروازه بفرمایید. سلام. سلام، اجازه هست؟ خواهش میکنم، میدونستم برمیگردید. حدث شما درست بود. اگه هنوز امکانش باشه آمادم کارامو شروع کنم. شما میتونید از همین فردا کارتون رو شروع کنید. احساس میکنم که روح شهدا دارن پا به پای من همراه میشن. انگار الان دیگه تنها نیستم. این همون جاده یکی کشوری با پای پیاده هر روز ازش رد میشد. اگه این جاده زبون داشت چه خاطراتی رو که نمیتونست برای من باز بکنه. احمد، من تو رو طلب کردم، تو هم منو طلب کن.